خانه ای به اندازه خانه آسمان میهمان گام های مرد و زنی می شود که تمام جهان بسته گام های صبورشان خواهد شد و تاریخ تازه از همین لحظه آغاز خواهد شد و ملائک تا ابد در سجده جاودان خود خواهد ماند. حالا لحظه آغاز ابدیت است. روشنترین تلاقی آینه و آب در آوازهای روشن شهر زمزمه می شود و دو بهار توأمان در فصلی گم شده در تاریخ از راه می رسند و با هم پیوند می خورند. در شب اول ذی‌الحجه که هلال ماه با کرشمه خودنمایی می کرد، خورشید به خانه علی علیه السلام وارد شد. باد صبا همه را خبر رسانید که زیور ببندید. نور با نور پیوست و جهان روشن شد و درختان شکوفه های خود را بر زمینیان ارزانی داشتند. امشب شبی است که دو نیمه سیب با هم پیوند می خورند تا گونه های زمین از شوق گل بیندازند. آسمان تنها سقفی است که این همه شادی را تاب می‌آورد. کوچه در آستانه آمدنتان ایستاده است و شب این سپردن دست عروسی به تکیه‌گاه یک مرد نیست، این سپردن انسان است به حریم بی انتهای عصمت. این پیامبر صلی الله علیه و آله نیست که دخترش را به علی علیه السلام می سپارد. این خداست که با رقم زدن این پیوند به بشر اعتبار می دهد. نام علی و فاطمه علیه السلام لبها را به شادی واداشته است. سرود یک دلی در گیسوان نخلستان پیچیده است. آسمان در گوشه ای از زمین نشسته است تا از این مجلس با صفا و صمیمی نکته برداری کند. دلدادگی ها قاصدی فرستادند تا مهر علی و فاطمه علیه السلام را بشارت آورد و دنیا در ساموز نور بارانی این عشق است.